سلام، من آرش علیبابایی هستم و شما قسمت 11 همه آموزش پارت دیزاین کتیا رو میبینید. اگه قسمت های قبلی رو ندیدید حتما برید نگاه کنید، ما رو یادتون نره فالو کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، به دوستای خودتون رو هم معرفی کنید. خب برای شروع ما یه اسکچ میکشیم توی صفحه وایزت و اسنپ تو پوینت رو فعال میکنیم. اسکچ که میخواییم بکشیم اسکچی هستش که لبه های متنوع و مختلفی داشته باشه. خب یک چنین شکل میکشیم و وقتی که شکل بسته شد مثلا شکل نارنجی میشه و ما میتونیم از اسکیچ خارج بشیم. اسکیچ ما در حالت انتخاب هستش. پد رو میزنیم. بعد تیک رو فعال نکنیم. میرور رو فعال کنید. دو طرف به اندازه 50 میلیمتر پد بشه. خب توی این قسمت ما میخواییم راجع به دستورهای فیلت و چمفر صحبت کنیم. خب حالا دستور فیلت چی هستش؟ دستور فیلت برای گرد کردن لبه ها ما از دستور فیلت استفاده میکنیم. دستور فیلت رو فعال میکنیم. اینجا بهش میگیم که گرد کردن به چه اندازه باشه. گرد کردن به ار 10 مثلا. و اگر ما این لبه رو انتخاب بکنیم و اوکی بزنیم این لبه گرد میشه. اگر ما این صفحه رو انتخاب بکنیم و فیلت رو انتخاب بکنیم مطمئنا الان با فیلت 10 به ما ارور میده. اما اگر با فیلت 2 بزنیم و اوکی بزنیم تمام دور تا دور این صفحه رو فیلت میزن. نگاه کنید. اما این قسمت هایی که به این صورت هستش رو خط تیز میذاره، یعنی این گرده این هم گرده، اما از گرد به گرد خط تیز میذاره. چرا؟ چون که این قسمت پخ نخورد و اگر این قسمت پخ بخوره این قسمت هم گرد نشون میده. شبیه این طرفی گرد نیست و این طرف گرد. خب دیگه توی این منو چه دستوراتی داریم؟ دستور بعدی این variable radius fillet دستوری هستش برای این که ما یه فیلتی داشته باشیم که دو طرفش یک شعاع نداشته باشه. به فرض مثال این طرف شعاع 2، این طرف باشه شعاع 20. پریویو که بزنیم یک ظاهری ازش نشون میده به این صورت. اوکی که بزنیم شکل ثبت میشه. خب ما میتونیم این رو قشنگ این variable radius fillet رو فقط به دو تا نقطه میتونیم تمومش نکنیم و انتخاب بکنیم یک نقطه توی وسط. اینجا رو انتخاب میکنیم، یک نقطه وسط رو هم میگیریم و عدد 10 بهش میدیم. نقطه آخر هم انتخاب میکنیم و عدد 5 بهش میدیم. اتفاقی که اینجا میفته توی 3 قسمت کم میشه و اگه بخوایم باز هم میتونیم این رو فعال کنیم و یه دونه دیگه اینجا انتخاب بکنیم که مثلا از 20 به 15 برسه، بعد به 10 برسه، بعد به 5 برسه. اوکی که بزنیم به این صورت تشکیل میشه. خب ما اگه یه فیلتی رو نخواهیم میتونیم این لبه رو انتخاب بکنیم و دیلیت که بزنیم این فیلت از بین میره. دستور بعدی دستور چوردال فیلت هستش و دستور شبیه همون دستور فیلت هستش، فقط معیار اندازه گیریش فرق میکنه. معیار اندازه گیری فیلت های قبلیمون بر اساس شعاع بود، ولی این بر اساس اینه که خود فیلت چه اندازه هستش. الان عدد 15 که ما زدیم فاصله این نقطه تا این نقطه هستش، نه شعاعش. دستور بعدی دستور فیس فیلت. ما میتونیم انتخاب کنیم دو تا صفحه رو، مثلا این صفحه و این صفحه، هرچی بینشون هست فیلت بزن، فیلت برای ما بزن. ما میتونیم انتخاب بکنیم که مثلا فیلتش هم مثلا 20 باشه یا هر عدد دیگه. خب ما اگه بخوایم که این لبه رو گرد کنیم، یه چیزی مثل این لبه،
یا اینکه بعد ببینیم که اندازش چقدر، مثلا 10 هستش، بالا یه فیلت 5 بزنیم، پایین یه فیلت 5 بزنیم که دیگه کامل گرد بشه. یا میتونیم از دستور آخر اینجا به اسم تری تنجنت فیلت استفاده کنیم. انتخاب میکنیم صفحه هایی که میخوایم فیلت بخوره، این دوتای بالا و پایین این رو انتخاب میکنیم و فیس تو ریموف هم این فیس رو انتخاب میکنیم که این فیس میخوایم کامل گرد بشه. اوکی که بزنیم این قسمت گرد میشه. خب یه دستور کناره، حالا که انواع مختلف فیلت داریم ولی چمفر یه مدل داریم و حالت های مختلف، یه حالت طول و زاویه، یه حالت هم طول و طوله. مثلا انتخاب میکنیم که به فرض مثال یه لبه پیدا کنیم که بزنیم. خب به فرض مثال انتخاب میکنیم که این لبه رو به میزان 1 میلیمتر و 45 درجه، که 1 میلیمتر خیلی کم، میزنم 3 میلیمتر و 45 درجه پخ بزن. پخ چه فرقی با فیلت داره؟ پخ یه خط صافه، اما فیلت یه گرد کردنه. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه. کامل دستورات فیلت و چمفر رو با هم دیگه کار کردیم.